سلام، به خبر شش خوش آمدید. امروز پنجشنبه 19 ماه حوت سال 1395 هجری خورشیدی است. در آغاز سرخط چند خبر: افزایش شمار جانباختگان حمله گروهی دیروز بر شفاخانه نظامی محمد داوود. انتقاد خانواده های جانباختگان حمله دیروز از کوتاهی نهادهای امنیتی در تامین امنیت جان مردم. انتقاد حامد کرزی رئیس جمهور پیشین از نگرش دوگانه سازمان ملل متحد به کشورهای جهان. فعلا در بسیاری موارد دفاتر ملل متحد قسم ما در افغانستان تجربه کردیم از 30 سال به طرف بر استفاده اهداف کشورهای بزرگ است. آغاز برنامه شهر پاک و سبز از سوی شهرداری کابل. و هشدار آلمان از پیامدهای قدرت نمایی نظامی روسیه و ایالات متحده آمریکا در اروپا. در حالی که وزارت دفاع ملی شمار تلفات حمله دیروز مهاجمان داعشی را بر شفاخانه نظامی محمد داوود در کابل 31 تن میگوید، اما یک منبع امنیتی از جان باختن کم از کم 50 تن در این رویداد خبر میدهد. این منبع می افزاید که 38 نظامی و 12 غیر نظامی جان باختگان این رویداد هستند و 91 تن دیگر در این حمله زخمی شدند. به گفته این منبع، مهاجمان داعشی 5 تن بودند و در میان آنان 2 شهروند تاجیکستان نیز بودند. وزارت دفاع ملی تا هنوز نمیداند که این مهاجمان چگونه توانستند که به داخل این شفاخانه راه یابند، اما گیرماندگان این رویداد و برخی از نظامیان ارتش از احتمال جابجایی مهاجمان از پیش در این شفاخانه سخن میزنند. ولی آریان گزارش میدهد. نگفته خود که حمله بر شفاخانه 400 بستر. راه عمومی شفاخانه 400 بستر همین است. چند سال پیش نیست یک انتحاری در همین جا در برابر در ورودی شفاخانه شد. از اینجا چندین پاسگاه باید بگذری تا برسی به داخل شفاخانه. ارتش اینجا 4 بازگاه بازرسی دارد. غلام یحیی سرباز ارتش از این رویداد حکایت دیگری دارد. امکان داره که یک کسی دست داشته باشه، داخلشان کده باشه، رای پشت سر. چرا از این طرف به هیچ عنوان امکان داخل شدنشان نبوده است که داخل شد؟ از اینجا تا شفاخانه حداقل 10 دقیقه را در بر میگیرد تا کسی به ساختمان شفاخانه برسد، جایی که مهاجمان جا به جا شده بودند. این سو هم در عقب شفاخانه هیچ راه ورودی به داخل شفاخانه وجود ندارد جز برج های امنیتی که به دقت تمام می توانند افرادی که از این مسیر بگذرد زیر نظر داشته باشند. اما در پایین تر یک دروازه وجود دارد که شاید مدت هاست هیچ باز نشده. 3 ساعت زیر رگبار گلوله ها گیر مانده بود. دکتر ایمل معاون پزشک در شفاخانه محمد داوود است. بر سر بام شفاخانه پنهان شده بود. منزلی که من خواب بودم در زیر از اون انتحاری می شد و صدای بمبای دستی بسیار آمد شنیده می شد. صدای تیراندازی به اندازه زیاد بود. گرد پیش شفاخانه بدین گونه با برج های امنیتی محافظت می شود. دروازه شمالی شفاخانه 400 بستر همین است. راهی که ادعا می شود مهاجمان از همین دروازه به داخل شفاخانه شدند. اما به نظر می رسد که این راه بسیار دیر است که بسته است. بر سر دیوارها سیمهای خاردار و ساحره هم همین برج امنیتی زیر نظارت دارد. اما چگونه می شود که مهاجمان از این راه به داخل رفته باشند؟ این رویداد پهلوهای دیگری نیز به خودش می گیرد. ای قبلا جابجایی شده از عقب دروازه که یا میگن از عقب داخل شدن و عقب او لاک است. وقتی که از عقب داخل شدن چرا پس نرفتن در جان رئیس صحیه که نزدیکشان بود؟ چرا او را نکشتن؟ چرا آمدن رختون؟ شفاخانه 400 بستر.
یک موتر پر از مواد انفجاری در داخل این شفاخانه منفجر ساخته می شود. درست در برابر در عمومی این شفاخانه و پسانتر یک انفجار دیگر در منزل دوم این شفاخانه صورت می گیرد. شمار تلفات این حمله پیچیده در کابل. در این رویداد 50 تن به شمول 38 نظامی و 12 غیر نظامی جان باختند. 91 تن دیگر به شمول 61 نظامی زخمی شدند. مهاجمان داعشی 5 تن بودند. 3 شهروند افغانستان و 2 شهروند تاجیکستان در این حمله دست داشتند. ای باید تحقیق شود، دیده شود که این نفر از کجا آمد، از کدام را آمد که در دروازه جنوبی خود انفجار دادند، مگر بیرون دروازه نی داخل دروازه خود انفجار دادند. شفاخانه 400 بستر در یک بخش بسیار مهم کابل موقعیت دارد. در جای به شدت محافظت شده، برج‌های امنیتی بسیاری از این شفاخانه محافظت می کنند. در گرد پیش این شفاخانه سفارت ایالات متحده آمریکا، یک پایگاه نظامی خارجیان و چند شفاخانه ملکی نیز موقعیت دارد. عبدالولی آریان، تلو نیوز، کابل. حمله مهاجمان انتحاری بر شفاخانه سردار محمد داوود جان یک پدر و پسر جوانش را گرفت. برادران این مرد با انتقاد سخت از رهبران حکومت وحدت ملی میگویند که هیچ امید به تامین امنیت شهروندان و نیز انتظار کمک را به خانواده های قربانیان این حمله سوی آنان ندارند. انیسه شهید گزارش میدهد. امبولانس جنازه عبدالواسی و صداقت پسر 17 ساله اش را به خانه‌اش می‌برد. به مادر صداقت گفتند که تنها همسرش در این حمله جان باخته است. تابوت‌های پدر و برادر و فریادهای مادر و خواهران چشم‌های این کودک عبدالواسی را اشک‌آلود و هراسان ساخته است. پدر شده، پدر خدا، کدکی کلاب رو با، کدکی عبدالواسی کارمند شفاخانه سردار محمد داوود بود و فرزندش که بیمار بود در این شفاخانه بستری بود. قرار بود روز شنبه از شفاخانه مرخص شود. گفته میشه که خودش با مرمی مهاجم کشته شده و پسرشان هم در هنگامی که بم دستی به اتاقش که زمانی که بستر بوده پرتاب شده جان باخته است. عبدالواسی که در خانه کرایی زندگی می کند، تنها نان آور یک خانواده 10 نفری بود. بیادرزادی ما هم شهید شد، بیادر ما هم شهید شد. غیر خدا اگر نان آوریش باشه دیگه خب بنده نی. مسئولان شفاخانه سردار محمد داوود می گویند که مهاجمان بیشتر کارگران و بیماران شفاخانه را یا با گلوله یا هم با انداختن بم دستی کشته و زخمی ساختند. رهبر حزب محاذ ملی از مسئولان امنیتی میخواهد که برای جلوگیری از حمله های هراس افگنانه باید بیدار باشند. آقای گیلانی بر مدیریت درست مسئولان امنیتی تاکید میورزد. از سوی هم معاون اول مجلس سنا ادامه حمله های تهاجمی و هراس افگنانه را در پایتخت به مسئولان امنیتی و رهبران حکومت وحدت ملی شرم آور میداند. در همین حال رئیس بنیاد شهید احمد شاه مسعود میگوید که اگر مسئولان امنیتی توانایی تامین امنیت جان مردم را دارند باید استعفا بدهند. شریف امیری گزارش می‌دهد. حمله‌ای که بر این شفاخانه انجام شد افغانستان را تکان داد. در این حال مردم می‌پرسند که مسئول کیست و چرا جلوی چنین رویدادها گرفته نمی‌شود. قابلیت بیشتر، ظرفیت بیشتر و بیداری بیشتر را از خود بکنند و به موقع عمل بکنه. ادامه این حمله ها به عمل کردهای نادرست مسئولان نهادهای امنیتی پیوند داده می شود. اگر در کشورهای دیگه همین گونه عمله ها صورت بگیره مطمئنه که تعداد استعفا میکنن و تعداد خودشان همین سنگ کلان هم باش میکنه به زمین میکنن. واقعا خب اوش بگذاریم بسور، یعنی هر روز که مردم قربانی میتن، یعنی دارن یک نوع قصابی میشن توسط کسایی هم حکومت کاری هم کرده نمیتونه. بیخی تعجب است، یعنی ما خوب شوکه شدیم. اما چگونه میشود از چنین رویدادها جلوگیری کرد و اوضاع امنیتی را بهبود بخشید؟ متاسفانه که به همه شرم آور است، هم به
رهبران حکومت وحدت ملی و هم متاسفانه به مسئولین امنیتی و غیر تحمل به مردم افغانستان است. با این همه ادامه حمله های تهاجمی و نیز بدتر شدن اوضاع امنیتی کشور مردم را نیز با موج از نگرانی ها روبرو کرده است. اگر نمیتونن اینا از این مرحله بگذارن کسانی که واقعا در عمل به وطن ایمان دارن، وطن دوست هستن، اینا فعالیت بکنن و در رأس یا قرار بگیرن، مسئولیت خود را به درستی انجام بتن. اگر نمیتونن به درستی انجام بتن واگذار کنندش. ضعف در نهادهای کشفی و استخباراتی، ناتوانایی‌های مدیریتی در نهادهای امنیتی و بی‌پروایی‌های مسئولان نهادهای امنیتی در برابر امنیت کشور از نگرانی‌های عمده مردم است. و مردم می‌خواهند که این مسئولان امنیتی باید استعفا بدهند. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین سازمان ملل متحد را به نگرش دوگانه‌ای به کشورهای جهان متهم می‌سازد. حامد کرزی در برنامه شبیه‌سازی سازمان ملل متحد در کابل می‌گوید که دفترهای سازمان ملل متحد در افغانستان در راستای هدف‌های کشورهای قدرتمند کار می‌کنند. آقای کرزی می‌افزاید هر زمانی که شورای امنیت کنونی ملل متحد پس شود، سازمان ملل متحد به درد کشورها خواهد خورد و کشورها خواهند توانست از آن بهره گیرند. نبیلا اشرفی گزارش می‌دهد. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین در نشستی که از سوی شماره از جوانان کشور برای شبیه‌سازی نشست‌های سازمان ملل متحد در کابل برگزار شده است، سازمان ملل متحد را یک نهاد بی‌طرف نمی‌داند. فعلا در بسیاری موارد دفاتر ملل متحد قسم ما در افغانستان تجربه کردیم از 30 سال بی‌طرف بر استفاده اهداف کشورهای بزرگ است در موارد بسیار زیاد. آقای کرزی بار دیگر از سیاست‌های ایالات متحده آمریکا در افغانستان انتقاد می‌کند. در غیرت و در شهامت ما بی‌نظیر جهان هستیم، ولی چرا زیر پا شدیم؟ اگر جنگ تن به تن باشه، جنگ شمشیر باشه، سبا بیرق ما در واشنگتن ستار است شکستش می‌دهیم. سازمان ملل متحد تا کنون درباره این گفته های آقای کرزی چیزی نگفته است. از سوی هم در این نشست از پایین بودن کیفیت نهادهای آموزشی انتقاد می شود. اکثرا زمان مشران مگوته است یادونه که هیچ نپیگم نن 15 میلیون ماشومان مکتبونو تزی. من مکتبونو بنده چه و کچه اگه مکتب نفارغ شوه یا زمان زوان یا عریضه و نشیلی کلی. اگه مکتب زمونگ استاس به درد نخوری. در همین حال سفیر سویدن در کابل بر پشتیبانی این کشور از توسعه پایدار در افغانستان تاکید می‌ورزد. ما از دیر زمانی اینجا بوده ایم. تعهد ما دراز مدت است. تعهد ما برای پشتیبانی از توسعه در افغانستان تا سال 2024 میلادی است. نشست های شبیه سازی از سازمان ملل متحد از سوی جوانان در افغانستان از برنامه هاییست که برای افزایش آگاهی جوانان از چگونگی کار این نهاد تصمیم گیرنده در جهان برگزار می شود. حزب اسلامی در نشست در کابل اثرهای علمی و سیاسی گلبدین حکمتیار رهبر این حزب را به معرفی گرفت. اعضای این حزب می گویند شماره این اثرها به بیش از 100 عنوان میرسد. در همین حال در این نشست برخی از نمایندگان احزاب سیاسی از رهبران سیاسی و جهادی میخواهند که از اشتباه هایشان باید بیاموزند. گلاب‌الدین غبار گزارش میدهد. شماری از رهبران و اعضای حزب اسلامی به روز پنج شنبه در نشست در کابل 118 اثر و تالیف گلب‌الدین حکمتیار رهبر این حزب را نقد و بررسی کردند. این اثرها درباره مسائل و موضوعات گوناگون چون تأمین عدالت، مبارزه های آزاد خواهانه، دولت اسلامی، مسائل دینی، حقوق زن و چندین بخش دیگر نگاشته شدند. حکمتیار صاحب دی ملت حق دی ملکت حق ادا کرده دی ملکت به حق ادا کی. خغل حکمتیار د خپل کتاب په سریزه کې د ښځو پر ضد د تاوتریخوالي د منع کولو قانون باندې یو علمی نقد کړی او داسې معلومیږي چې محترم حکمتیار د دې قانون لومړنۍ نسخه لوستلې وي. در این میان نمایندگان شماری از احزاب سیاسی از آمدن حکمتیار پشتیبانی میکنند. 50 سال تقریبا از مبارزه به امان ملت ما میگذرد.
و طور معلوم میشه که ما هنوز هم درس نگرفتیم. سنی که آرزوی مردم افغانستان است. سنی که بسیار تلفات در این مورد داشت. بسیار تلفات. اثراتی که حضور حکمتیار صاحب در اینجا خواهد داشت، اولین چیزی که من در ذهنم میآید این است که ماده سوم قانون اساسی ما یک مدافع و حامی قوی پیدا خواهد کرد. اما مردمان کشور میگویند که حزب اسلامی حکمتیار در کنار فعالیت‌های علمی، فعالیت‌های ویرانگرانه نیز داشته است. خبرهای جهان تا چند لحظه دیگر. ادامه خبرها. وزیر خارجه آلمان از پیامدهای ناگوار قدرتنمایی نظامی روسیه به ایالات متحده آمریکا در برابر یکدیگر هشدار می‌دهد. زیگمار گابریل وزیر خارجه آلمان می‌گوید که اگر روسیه و ایالات متحده آمریکا به افزایش جنگ افزارهای سنگینشان در کشورهای شرق اروپا ادامه بدهند، این کار بر امنیت کشورهای منطقه و جهان اثرهای ناخوشایند خواهند داشت. در همین حال سربازان آمریکایی و رومانیایی در یک پایگاه نظامی در جنوب رومانیا تمرین‌های مشترک را انجام دادند که هدف از این تمرین‌ها آمادگی نظامیان هر دو کشور در برابر هر گونه اقدامات تنزای روسیه گفته شده. قدرت نمایی نظامی روسیه و ایالات متحده آمریکا در برابر یک دیگر. سربازان امریکایی و رومانیایی در یک پایگاه نظامی در جنوب رومانیا یک رشته تمرین های نظامی را که در آن نیروهای زمینی و هوایی هر دو کشور شرکت دارند راه اندازی کردند. هدف از این تمرین ها اطمینان یافتن ناتو از مهارت های نظامی همپیمانانش در کشورهای شرق اروپا گفته شده است که از تهدیدهای روسیه نگران هستند. نخست وزیر استونیا میگوید که حکومت استونیا مطمئن است که ناتو از این کشور در برابر هر گونه تهدید از این کشور دفاع خواهد کرد. ما میدانیم که تمرین های نظامی روسیه در نیمه دوم سال روان میلادی برگزار میگردند. ما این تمرین ها را از نزدیک زیر نظارت داریم. اگر نیاز افتد ما با پشتیبانی ناتو از خودمان واکنش نشان خواهیم داد. در همین حال وزیر خارجه آلمان از ایالات متحده آمریکا و روسیه میخواهد که از قدرت نمایی های نظامی خودداری کنند. من اینکه هر دو طرف درباره افزایش شمار نظامیانشان سخن میگویند نگران هستم. این وضع نشان میدهد که ما بار دیگر با یک مسابقه تسلیحاتی روبرو هستیم. پیمان ناتو در سال روان میلادی برای مهار تهدیدهای روسیه در شماری از کشورهای شرق اروپا حضور نظامیش را افزایش داده است. در مقابل روسیه نیز دست به ایجاد پایگاه‌های جدید و نصب سامانه‌های ضد موشکی زده است. و این همچنان گزارش کوتاه دیگر از جهان. ایالات متحده آمریکا نظامیانش را برای پشتیبانی از گروه‌های بومی که در پیکار با گروه داعش هستند به سوریه فرستاده است. مقام‌های آمریکایی می‌گویند که شماری از سربازان نیروهای دریایی و زمینی آمریکا هم اکنون در سوریه هستند تا در پسگیری شهر رقه به نیروهای بومی کمک کنند. هزاران تن در جشن مذهبی اولی در ایالت اتراپردیش در هند شرکت کردند. این جشن مذهبی که مثلا در آغاز فصل بهار برگزار می‌گردد، رنگ پوشی و آب‌بازی از ویژگی‌های این جشن هستند. عملیات جراحی سنگین ترین زن جهان در هند که 500 کیلوگرم وزن داشت به خوبی انجام شده است. در این عملیات جراحی این زن که شهروند مصر است نزدیک به 100 کیلوگرم وزن خودش را از دست داد. و به ادامه خبرهای کشور و جهان، رویدادهای اقتصادی لحظات بعد. و این همچند خبر اقتصادی.
شهرداری کابل از آغاز برنامه شهر پاک و سبز در شهر کابل خبر می دهد. سرپرست شهرداری کابل می گوید که این برنامه تا 12 ماه دیگر با هزینه اداره توسعه جهانی ایالات متحده آمریکا و کمک فنی اداره اسکان سازمان ملل عملی می شود و با عملی شدن آن افزون بر پاکسازی شهر و ایجاد ساحات سبز برای هزاران تن از باشندگان پایتخت زمینه های کار نیز فراهم خواهد شد. حیدر شاه امید گزارش می دهد. برنامه شهر پاک و سبز یا CGC با هزینه نزدیک به 20 میلیون دلار در چند شهر کشور عملی می شود. از این میان در حدود 8 میلیون دلار در سال پیشروی هجری خورشیدی در کابل در 15 ناحیه هزینه خواهد شد. سرپرست شهرداری کابل این برنامه را از نخستین گام ها در راستای عملی سازی راهبرد کابل سبز می گوید. انشالله با تطبیق این پروژه می تانه که تغییر قابل ملاحظه در محلات ما، در گذرها و در تمام شهر کابل بیاید. قرار است عملی ساختن برنامه شهر پاک و سبز به روز شنبه از ناحیه های اول و دوم شهر کابل آغاز شود و با آغاز آن صدها تن از باشندگان این ناحیه ها به کار گماشته شوند. توافق به این کردیم که به تعداد 150 اراده وسایط زرنج خریداری بکنیم و بر بار اول در شهر کابل، شهرولی کابل انشالله جمع‌آوری زباله ها را خانه به خانه شروع میکنیم. بچه های ما بیکار بود. خوشبختانه وزارت زراعت با همکاری شهرولی کابل 450 نفر دفر دکوی شهر دروازه به خاطر غصب نیال و پلانای نیالشانی گرفتن که انشالله کار از ما آغاز میشه. قرار است که این برنامه پس از کابل در چندین شهر دیگر از جمله مزار شریف و جلال آباد نیز عملی شود و به گونه مجموعی برای 10,000 تن از شهروندان کشور زمینه های کار فراهم خواهد شد. و این هم نرخ شماره از ارز ها در برابر پول افغانی در بازار امروز کابل. یک دلار امریکایی 68 افغانی و 20 پول، یک یورو 71 افغانی و 90 پول، یک درهم امارات 18 افغانی و 50 پول، 1000 روپیه هندی 1020 افغانی، 1000 تومان ایرانی 18 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 632 افغانی. مرور بر تازه های ورزش هم بعدتر. نخستین کارگاه مربیگری درجه یک کنفدراسیون فوتبال آسیا که در افغانستان برگزار شده بود به پایان رسید. در این کارگاه مربیان کشور به گونه عملی و نظری برای یک ماه زیر نظر مدرس کنفدراسیون فوتبال آسیا آموزش دیدند. تقریبا تمام مطالبی که در سطح فوتبال حرفه‌ای مطرح میشه توی این کورس تدریس میشه، منتها بعد از اون میمونه به توانایی و قابلیت خود مربیا که بتونن این شروع رو با افزایش دانششون و تجربهشون که در سالهای آتی با فعالیتشون انجام میشه استمرار ببخشن و کمک بکنن در نهایت به رشد و پیشرفت فوتبال افغانستان. دیر رازی دیر مجد علم در سطح در فوتبال علم پر سطح که دیر تغییر آوستی مجد دیر سطح تقلیس کرل دیر سطح مزده کرل. در پایان این کارگاه عملی و نظری برای چهره های برتر گواهی نامه های مربیگری درجه یک کنفدراسیون فوتبال آسیا داده شد. این در حال است که پیش از این یوسف کارگر و طاهر رؤوفی توانستند که گواهی نامه درجه یک مربیگری کنفدراسیون فوتبال آسیا را به دست بیاورند. بارسلونا با پیروزی 6-1 مقابل پاریس سن ژرمن و برتری 5-6 در مجموعه دو دیدار راهی مرحله 1/4 نهایی لیگ قهرمانان شد. آبیاناری ها که در دیدار رفت با نتیجه 4-0 شکست خورده بودند، در دیدار دیشب با ارائه یک نمایش فوق‌العاده توانستند با نتیجه 6-1 به پیروزی برسند و راهی مرحله بعد شوند. با اینکه بورسیا دورتموند با پیروزی 4-0 مقابل بنفیکا و برتری 4-1 در مجموعه دو دیدار راهی مرحله 1/4 نهایی لیگ قهرمانان اروپا شد. در این دیدار برای دورتموندی ها اوبامیانگ 3 بار و پولوشیچ 1 بار دروازه حریف را باز کردند تا به مرحله بعد این رقابت ها صعود کنند. برای دسترسی به تازه‌ترین رویدادهای افغانستان و دیگر کشورهای جهان به 4-5-6 به تماس شوید و سپس کلید 1 را 3 بار فشار دهید. خدا نگهدار.